به نام خدا. بیننده های عزیز سلام بر شما، به برنامه نگرش خوش آمدید. امروز در مجلس نمایندگان چی گذشت؟ وارد شدن اتهامات یکی پی دیگر از سوی برخی اعضای ولسی جرگه بر شمار دیگر آنان روز به روز در حال افزایش است. مسئله متهم شدن رئیس ولسی جرگه به فساد داری و اختلاس پول از سوی معاون اول این جرگه مشکلات زیاد را در جلسات عمومی این جرگه به بار آورده است. در آغاز توجه بکنید به گزارش، بعد وقفه و بعد از وقفه برنامه نگرش. د جرګې د غړو ترمنځ هغه وخت شخړه پیل شوه چې ځینې غړو په لومړي مرستیال تور پورې کړ چې د ولسی جرګې تلویزیون ته ورغلی او آرشیف یې ګډوډ کړی دی. امروز پارلمانت مسئولیت نداره، آرشیفت 11 بجې شب مورد تجاوز و تعرض قرار میگیره. من حیث رئیس ولسی جرگه، اعضای ولسی جرگه، خواهش ما ایست که این مسئله را بر سرانوالی به حکومت محول بکنین. معاون صاحب اول پارلمان با لالای صاحب. لالای صاحب، این خانه ملت افغانستان از خیرت خواست. در جرگی رئیس وای چی در شپی ناوخت هغه وخت تلویزیون تا ورغی چی در در پا وینا در تلویزیون اخبروانی در دارالانشا در رئیس پا غوختن بندی شویوی. ساعت 11 بجه تلویزیون نشراتش قطع شد، به فرمایش آقای نصرت قطع شد. یک دفعه ما در ریاست اعظمی ولسی جرگشته بودم که نشرات لایف قطع شد. آقای دارانشا، رئیس دارانشا، تمام ویدیوی مجلس به فرمایش خود نشان میده. زه نظر نوام مامان سیب نظر نوام نظر نوام اجازه را کرد. د ولسی جرګې ځینې نور غړي وایي چې جرګه د یو شمیر غړو لخوا یرغمل شوي او نور به اجازه ورنکړي چې په وینایي د جرګې سپکاوی وکړي. اینجا خانه مردم افغانستان هست. اتهامات و حرفهای شرم‌آوری که به عزت همه نمایندگان مردم افغانستان برمیخوره اجازه ندید در اینجا تکرار شود. کسه هم غونډی د تاوتریخوالي له کبله بې پایله پای وموند. خود جرګې غړو وویل چې رئیس او لومړی مرستیال د ګوښه کولو لپاره به د غړو لاسلیکونه راټول کړي. تنش‌های فیزیکی میان برخی از نمایندگان مردم در مجلس سبب شد تا نشست عمومی امروز مجلس بی نتیجه به پایان برسد. به نام خدا، دوباره خوش آمدین به بحث ما. مهمانان ما در این بحث آقای عبیدالله بارکزی، عضو مجلس نمایندگان، آقای فهیم دشتی، روزنامه‌نگار، و خانم رحیمه جامی، عضو مجلس نمایندگان. به برنامه بسیار خوش آمدین. بسیار خوش آمدین. تاسو ډیر خیر اغلاست. لطاسنه به پیل کړو. آقای بارکزی صاحب، نن په ولسی جرګه کې څه تیر شول؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تا ته او د مجلس ډیر محترم او عزتمنو ګډونوالو ته، زما خور وکیله صاحب ته او محترم دشتی صاحب ته، ستاسو د تلویزیون تخنیکي همکارانو، لیدونکو او اوریدونکو ته، د ګران افغانستان په داخل او خارج کې زما ورونو خوند ته خپل سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. د نن خبر نه ده، تقریبا د سش کال د ولسی جرګې چې اندې اوم کال کېږي د تقنینی دورې د شروع سه، چې د هیئت اداري انتخابات سوي دي او محترم وکیل صاحب همایون ماوینې اول سوي دي، چې هغه هم د بعضو غټو چارواکو په کومک سوي دي، په ډیرو ګذاپو پیسو سوي دي. د هغه ورځې څه بیا تر اوسه د ولسي جرګې ښه ورځ او د عزت ورځ نه دی لیدلې. داسې ورځ نشته چې په ولسي جرګه کې یو نوی باب، یو نوی فصل، یو نوی برنامه نه جوړیږي. آی کاش چې دغه جنجالونه، دغه برنامې د افغانستان د نجات دپاره وای. آی کاش چې دغه برنامې دغه بې دفاع او بېچاره خلکو دپاره وای چې امریکایان یې هر وخت په بمبار کې په شهادت رسوي. آی کاش چې دغه برنامې دغه دپاره وای چې هره ورځ موږ په سلهاو خلک، زموږ غرونه په مساجدو کې په شهادت رسوي. آیا یو کس کوی شي چې د ولسي جرګې ټول اتاق خراب کړي؟ نه، خیر، دا خو ما درته وویل چې البته مشري ماوین صاحب اول کی او خامخا به نور دوستان هم درې چې دا به نور دوستان څوک دي؟ یعنی د وخت په تیرېدو به معلوم شي تر اوسه خو معلوم نه دي. ما پرېږده چې زه سوال درته پر کوم. زه اصول لرم چې زه سوال پر نه کوم او پر مابین یې قطع کې زه بیا اغبل سوال نسم کولی، بیا د مصیبه هم نه کوم، بیا چې بیخي دا تلویزیون هم رابخشي بیا پروا نه لرم. دا معلومه ده، دا به معلومه سي. زه نه غواړم مخکې در دې چې خلک خپل رسوا سوي نه وي، زه د یو چا نوم واخلم. کېدای شي چې خلک خپل دریځ ته تغییر ورکړي، هم دا نن شپه یې ورکړي. کېدای شي بعضې نوي خلک دي. تاسو ته معلومات شته،
د همایون د وزارت دفاع سره جنجال وو، هغه وخت چې دی د دفاعي کمیسیون رئیس وو. موږ دی بر حق بالی چې رښتیا هم د وزارت دفاع په قرارداد کې کرپشن او یا فساد دی، اما وخت چې خبر شو چې قرارداد دغوښتی دا معلومه سوه خپله دا خیانت معلوم سو. دوهم همایون چې امضایو ټولې کې د وخت وزیر دفاع راغوښتی د استعزا دپاره به جنرال حبیبي چې اوس سفیر دی، نو موږ به په حقیقت کې تر یو حده پورې د ده د دریځ ملاتړ کوو چې دا ګواکې د افغانستان د خلکو دپاره دا خبره ده. اما وخت چې وزیر دفاع رالی خبرې یې وکړې چې دغه جناب همایون صاحب په خوست کې 400 جریبه د وزارت دفاع مځکه زما څه غواړي چې د سیم خردار پراګوزی ما مخالفت کړی دی، او چې نن مې هم په دا تالار کې دشتي وسل به اعتماد کوي دغه یوه لویش نه ورکوم. دا ستاسې حق دی چې رایه راسواخي، نو بینان هغه و چې تالار بېرته هغه وزیر ته رایه د اعتماد ورکړه. دا بله مسله وه. او دا اوس کومه موضوع چې د دارالانشا د رئیس په باب راپورته کړې ده، زه خپله د شکایتو د کمیسیون رئیس یم، ما ته خپله د شپې خلک راغلي دي، حتی خوندې راغلي دي، عریضه یې کړې ده د همایون زراعتي مارکیټ په نامه د دغه کوی مرکز و د باغ زنانه و څنګ ته چې لږ دې خواته راتېر شي، هغه نجیب زراب دغه د مارکیټ ته غالي و که د چا دي د دې د شرق خواته، چې هغه وویل چې د خدای پا دې زموږ د پلار د نیکه جای دادی د ټوپکواله او خلکو سره رالی په زور ننوتې، موږ یې وویستو، هغه عریضې تر اوسه پورې ماته پرتې دي. نو اصلي خبره دا ده چې دا نن موږ اصلا موضوع د نن څه شي و زه خپله موضوع درته وایم. تاسو په خبره چې دا تیر یو کال کېږي چې د روزګان د ولایت ټولې لارې نن هم هلته په یو ولسوالي کې ډېر سخت جنګ روان دی، که حکومت لاس په کار نسي خدای نخواسته موږ به د یو بلې غمي سره مخامخ یو. 14 میاشت کېږي زموږ د ټولو ولسوالۍ لارې بندې دي. دوه اتیا پوستې مو په اویا ساعته کې سقوط شوې، بې ټکه بې جنګه بې مقاومته لارې قطع شوې، مهمات یې د دښمن په لاس ورله، نه بېزه د ملي اردو مو ټوله داسې ختم شول چې یو کس هم ژوندی نه دی ځین وتلی. هغه هر څه امکانات وسایل وسایل چې درلود د دښمن په واک کې ورغلي دي. یو کنډک د نظمیامې او اخر دا د چورې غمیزه وه چې په هغه ورځ د شپې پر 12 بجې پر چوره جنګ شروع سو. ما په هغه شپه وزیر صاحب دفاع خبر کړي، وزیر صاحب داخله مې خبر کړي، د سهار د لمانځه مخکې د دوی سره ما خبرې وکړې، بیا دوی دستي قومندان ته د قلي اردو د کندهار امر وکړي چې ډېر عاجل اقدامات وکړه. هلته هغه د اردو 44 نفره ځوانان په محاصره کې وو. نو د روزګان والي د ازادۍ راډیو سره مصیبه وکړه، ویاندې چې هیڅ شی نسته، خیر خیریت وکیل صاحب په کابل کې دی، په هیڅ شی خبر نه دی، یو عادي ټکان سوی دی، هیڅ شی نسته. او دوی ته وویل هغه و چې په هغه شپه موږ هغه بې سربسته د لاسه ورکړي. تاسو بیا ولیدل چې مطبوعات ښکاره کړل، نو دلته چې ولسي جرګه وقهرېدل، وزیر دفاع و وزیر داخله رئیس د امنیت ملي هم راوغوښتل، رئیس ارګان محل، موږ دا غوښتنه و چې دا ټوله ځکه د روزګان والي ملکي او نظامي واکدار دی، رئیس جمهور هغه ته اجازه ورکړې د ملکي او نظامي چارې چې مالته سي هغه وغواړي چې دا پوښتنو ته جوابونه وایي. په هغه ورځ چې هغه حاضر نه سو عمومي جلسې ته، ما د اعتراض په ډول دا خبره وکړه چې ولې د روزګان والي صاحب نه دی راغلی. همایون په دا ورځ چې ولسي جرګې تالار فیصله کول، دا خور وه چې والي دې راشي، دی په مسکو کې ولته تللی و، په مسکو کې نیکه تواب کوي کې عمره کول، هغه نه یم خبر، خو دی بعضې وخت هلته ځي عمرې کوي، بعضې خلک بعضې دوستان خوسم د مسکو عمرې کوي. نو دی په ورځ په فیصله کې نه و، اما په دغه ورځ چې دا چارواکي راغلي وو د باره ول والي چا راغوښتی دي، په کوم قانون یې راغوښتی دي، والي ولې راغوښت کېږي؟ مال موږ حق لرو چې هر وزیر راغواړو، د هغه مربوطه وزیر په څنګ کې د هغو معین د هغو رئیس راغوښتی سو، چونکې موږ بېګ صاحب د ارګانای محل رئیس راغوښتی دي، والي صاحب به هم وایي د دا خبره وکړه د چا پلار ته اجازه نه ورکوم چې راوی غواړي. خیر خو جلسه وا وزیرانو باسې ونه کړي، نن مې باره وخت ویل مالته څوک کې چې تا په ورځ ما تول تخت پر دا ځای ناست یې، موږ رایه درکړې ده، ته هیئت اداري جنابه، ته دلته د نظر حق نه لري چې خپل شخصي نظر چا ته ورکې او لکچر ورکې او ته دلته قومنداني وکې، او ستا سره دغه مرحوم فلسفه در سره ملګری دا نورمحمد تری کې رقم ژر ژر فرمانونه باسې، خو هغه مرحوم هم پر دغه خلکو مجاهدینو په مخه واخیستی چې فرمانونه ډېر ژر ژر دا کول کنه، درې وخته شاید حکومت دوام کړی وای د سره م عین هغه فکر مفکوره ورسره ده. ته د دغه ځای ته خو معاون یې، که رئیس نه یې، ته رئیس یې، رئیس د خپل نظر حق د هغه ځای سره نه لري، که نظر لري راسه شرافتمنانه، د وکیل په چوکۍ کښېنه، بیا چې هر څه وایه او دا چې تا ته ناست یې. نو نن چې ما دا خبره ورته وکړه او دا مې ورته وویل، ما تا په ورځ وویل چې د چا پلار، ما ویل زما پلار شهید شوی دی د روسانو په وخت کې، او ما یې مړی هم نه دی لیدلی تر اوسه پورې، او ته وایه چې د چا پلار یې، دا خو ماته اشاره وه. مال که بل وخت احیانا دا خبره وکړې لس وارې درته کوم، او دا اجازه بل وخت نه درکوم. تر اجازه راکړئ چې دغه پوښتنه د دشتي صاحب له وکړو، دا یوه جمله به پرکړم درته چې ډېره مهمه ده. مال ته د دا ځایه د چا د توهین
او د قلدوري او د لندغري او د زورګوي حق نه لري. که ته رښتیا دونی غیرتمن یې، نو ته در زه د تالاره به زو ته د بندې ووزو. زما او ستا امامه دستي سره معلوم سي، خو هغه امان هم په ده کې نه و، نه سره ولاړ. بلې پلار ده زما مې قطه کوي، دی شروع سو. زه ورلم در لاس مې ونیو، مال تاک نه لري چې د دغه ځای خبرې کوي، پرې مې نه شوی. نو زه تشکر کوم هزار بار د ولسي جرګې د وکیل صاحبانو سه، چې د ولسي جرګې وکیل صاحبانو نن د اساسي قانون دفاع وکړه، د تالار د کور د عزت دفاع وکړه، ورونو خوندو پرده د مرګ نارې وولې. او د دغه برنامه دی چې دا په هر هفته کې ځي، دغه برنامه بیا پر دې زه بحث کول غواړم. دغه برنامه د مسکو سره خصه ما به خایم. آقای دشته شما بپرسم، شما من حیث یک روزنامه‌نگار، من حیث ادبای کشور، عمل کرده پارلمان و مجلس نمایندگان چگونه میبینین، بخصوص در امروز و در چند روز قبل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوار هستم سلام من پذیرفته شد. در پارلمان های دنیا اتفاقات رخ میده، مشکلات به وجود میاید، اختلاف نظرها هم به وجود میاید، گاهی برخوردهای فیزیکی هم صورت میگیره. این چیز تازه نیست که تنها در پارلمان افغانستان باشه، ولی آنچه در پارلمان افغانستان میگذره بسیار بیشتر از این و جدا مایه نگرانی است. من نمیدانم کیها مسئول هستند، کسانی که به این وکلا رأی دادند یا بعد این نمایندگانی که به مجلس اداری خود رأی دادند. با تمام کمال احترام به یک تعدادی از وکلای خوبی که با در پارلمان افغانستان داریم، اگر نقش من از نزدیک میشناسم، ببینین در چند سال گذشته ما پیهمی اتهام را میشنیم که از وزیر در تشناب پول گرفته میشه، ما پیهمی اتهام را میشنیم که حتی کارت تلفن گرفته میشه به خاطر رای دادن به یک وزیر، این اتهام را میشنیم که فلان نماینده، فلان وکیل با فلان مقام دولتی رابطه داره، از او پول میگیره، میام از منافعش دفاع میکنه. این اتهام را میشنیم که فلان کس در رهبری مجلس با زور و یا با پول فلان مقام حکومتی رسید. پس این مثلا متفاوت هست نسبت به پارلمان دنیا. دقیقا همین نقطه را میخوایم عرض کنم. همه از این مشکلات جمع شده و پارلمان ما را تبدیل ساخته به یک نهاد بی اعتبار و بیکاره. همین شده که حالا هیچ کسی در بند فیصله پارلمان ما نیست. اگر میگن پول مخابرات را نگیریم، میگن این صلاحیت پارلمان نیست، میگیریم. اگر میگن فلان سر وزیر سرپرست نباشه، میگن باشه. اگر میگن وزرا را با ما معرفی کنین که ما رای بدیم، میگن نمیکنیم. اگر قانون را تصویب میکنن، میگن ما توشیه نمیکنیم. دلیل چیز که پارلمان تبدیل شده به یک نهاد ضعیف به دلیل اینمی مشکلاتی که در درون وجود داره و نمیتونه نقش خود به عنوان نهاد نماینده مردم بازی بکنه. و ما حداقل به عنوان یک شهروند افغانستان اگر حق داشته باشم که یک مشوره بتون به وکلای خوبی که در پارلمان حضور دارن که برادر و خواهر را لطفا استعفا بدید، از این بیشتر خود بدنام نسازید. با او کسایی که بدنام هستن زیر یک سقف شما چگونه می نشینید؟ با کسایی که همین اتهامات در موردشان وجود داره و این اتهامات بسیار لستش طولانی است، حالا من چند تا کوچکش به عنوان نمونه عرض کردم، با ها شما چرا هم میخواین کار بکنید؟ از اینا چرا هم میخواین به نفع افغانستان استفاده بکنید؟ وقتی که این کارا امکان نداره، خود در کنار از اینا برنامه نسازید. گاهی گفته میشه، البته تکرار شاید گفته میشه، که وکلای خوب پارلمان، ولی هر وکیل پارلمان که شما ببینین او احساس میکنه که خوبش عموست، بعدش دیگر هستن. این بد را هیچ کس عنوانش به خود نمیگیره. در حالی که وقتی گفته میشه در تشناب پارلمان از فلان وزیر پول تقاضا شد یا پول توزیع شد در تشناب پارلمان، خود یک وکیل گرفته. اگر وکلای خوب رای خود از وکلای بد جدا نکنند، هر وکیل افغانستان متهم به ایست که رشوه گرفته، هر وکیل افغانستان متهم به ایست که کمیشن کاری کرده، هر وکیل افغانستان متهم به ایست که قوم پرستی کرده و رفته سر یک وزیر، یک خیش و یک قوم خود در یک جای مقرر کرده، هر وکیل افغانستان متهم به ایست که با خارج ارتباط داره، هر وکیل افغانستان متهم به ایست که
با حکومت رابطه داره، پالیسی های حکومت را پیش میبره، از حکومت پول میگیره. در صورتی که وکلای خوب رای خود از وکلای بعد بله. جدا نکنه. خب ولی اگر جدا بکنه کوتا گفته میتونن که چقدر وکلای خوب و بد هستن؟ نه این خو تخمین برش وجود نداره. من پیشتر خدمتتان عرض کردم که شخصا یک تعداد اندک ایشان میشناسم که آدمای خوب هستن که از نزدیک با ایشان رابطه دارن، ولی خب اکثریت وکلا رو من نمیشناسم. نه در زندگی شخصیشان بلد هستم، نه در اینکه در درون پارلمان چی میکنن بلد هستم، نه اینکه در کجا رابطه دارن بلد هستم. وا 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 عرض ما خدمت دوستایی که اینجا حاضر هستن و دوستایی که شاید صدای ما رو میشنون نیست که نجات از بدنامی فقط در جدا کردن رای دو تیپ از وکیلات، وکیلایی که دوچار نیمی رقم اتهامات هستن و وکلایی که واقعا میخوایم به افغانستان. سپاسگزارم، تشکر. خب بر میگردیم خانم جامی، دو مسئله. مسئله اول که چرا با آقای همایون رای دادین اگر میفهمین که مشکل داره، چیزی که آقای بارکزای میگه. گپ دومی که اگر در قطار خوب قرار میگیرین چرا استعفا نکردین؟ مردم میگن که شما تعداد از وکلا باعث شدن تا انتخابات پارلمانی برگزار نشه. اگر اینا استعفا میکردن دقیقا دولت زیر فشار میرفت، حکومت زیر فشار میرفت و انتخابات پارلمانی رو برگزار میکرد. خب سلام، عرض ادب دارم خدمت شما آقای دشتی و وکیل صاحب محترم بیننده های خوب تلویزیون آریانا. تشکر میکنم که یک فرصت دست داد که من منیس یک وکیل خاموش پارلمان افغانستان از طریق تریبیون آریانا مصوبت حق به ملت افغانستان. شما میفهمید در پارلمان افغانستان ما نمیتونیم همه رو خوب بگیم همه رو بد بگیم. ما تعداد قلدرات، تعداد زورگویات، تعداد از این کسایی که تنها به قوم، به زبان، به ملیت فکر میکنم، اینا تعداد اینا از تعداد انگشتای دستم زیادتر نیه. اگر شما یعنی کم هستن میگین؟ بسیار کم. اما متاسفانه اینا هم که در رأس قدرت قرار دارن، اینا همه تمام قدرت پارلمان اینا قبضه کردن. به چی خاطر قبضه کردن؟ از مو چوکی پارلمان سوء استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن، با بسیار با خشونت رفتار میکنن. بسیار وقتی پارلمان افغانستان اجازه داده، فرض میکنیم من نماینده پارلمان افغانستان، من اجازه دارم 4 میل سلاح داشته باشم با 4 محافظ، ما میبینیم که کاروان مثلا فلانه وکیل سای پشت با پشت میایه، باز با ده ها و 20 نفر مسلح، با سلاحی که پارلمان به ما داده، سلاح کلشنکوفه، اینا با سلاح های بسیار مدرن پیشرفته امریکایی، با دوربین های که من نمیفهم شبین، با یک حالت بسیار. من وکیل که وقتی با کرولا خومه داخل شهر کابل گشت و گذار میکنم، از وقتی که این تئری شد به جانمه، مالی از ترس یک محافظ خودی یک میل سلا میگم ایتیتی باشه خودی می میبینم جلو میتر می استاد میکنم، میگم که تو همی چی سلا خور بده؟ پلیس میگه براتون همی کارت سلا بده. نمیگم بسیار خوب، من به قانون احترام دارم، برای شخص شما، به یونیفرم شما، به تمام قوانین افغانستان به احترام دارم. آیا همی سوالی که از من رئیم جمعی میکنی از برادر ما مثلا بریگزی صاحب، از لاله صاحب، از جیسایر، از ملا ترخیل، از امثال هم، یعنی من اینا رو مثال میزنم، از اینا همی سوال میکنی؟ وقتی من با یک میل سلام وکیل پارلمان میگم این کارت منه، تو با میگی کارت سلام خور بدی، با شماره رو میگیری سر میدی، گفتم تو وقت خود زایی میکنی یا وقت ملت کسایی که قلدر هستن همی ها سلاح زیاد دارن؟ بله. خب خری تعدادشون، ما قلدر ها رو زیاد میبینیم که وکل سای باره که 5-6 موتر دارن و سلاح زیاد دارن. نیمی. پس یا زیاد هستن دیگه؟ نه زیاد نیم، من میگم تعداد از اینا از تعداد انگشت های دستمه. خب اگر ده نفر هستن به این معنا که تعداد از وکلا ضعیف هستند که اقدام نمیکنن در سیاست. من فکر میکنم، من فکر اساسی که امروز ما فرض میکنیم اولین حرکتی که امروز در داخل پارلمان به وجود آورد، وقتی اینا درگیر همدیگر شدم، من وقتیستم گفتم تا وکی ما و شما خاموش باشیم، بیاییم این تالار تر کنیم از برای خدا دیگه، تا وکی اینا به سرنوشت ملت افغانستان. امروز ما در افغانستان بسیار مشکلات عادی داریم، مشکلات امنیتی ببینیم، مشکلاتی که روز ده ها و صد ها نفر قربانی میشه به خاطر ما. میریم به طرف وقفه میگیریم خانم، دوباره به بس برمیگردیم، ولی یک چیزی که آقای دشتی پیشنهاد کردن، باید وکلای خوب رای خود از وکلایی که قلدر هستن جدا بکنه. بیننده های عزیز توجه بکنین به یک وقفه کوتاه، باز وقفه برمیگردیم.
شماری از اعضای مجلس معاون نخست مجلس نمایندگان را به سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای متهم می سازند. خوش آمدین بیننده های عزیز به برنامه نگرش. لطاسن به بیا پایل کلوب بیا مرمن جمعی بندیرازو، ولی خپل لار نبیلوی لاغا قلدر و وکیلانو نه کچیرتا پویگی چه دالار دالار خرابه دیر شب پر جای پشتون دیوکا دا ټول تفسیر بیا په دې کې زو ما اول خو یو د دشتي صاحب ته په ډیر احترام چې زه ورته لرم چې دا د وکیلانو د تشنابو هغه یو متل په دری ژبه کې ستا وایي شنیده کوي باشد منند دي ده یعنې د اوه کال کې چې زه په دا پارلمان کې ما خپله دغسې افسانه نه ده تر وسیلیدلې چې په تشناب کې دا کار سوی دی یا چا کړی دی. یو چې دا خو په افغانستان کې تبلیغات هم ډېر دي او دا ردوم هم نه چې نه دی سوی، یعنې دا تاییدوم چې دا کارونه شته. موږ ښه وکیلان هم لرو بد هم لرو، اما دا په دې معنی بل د دا خبره هم نه تاییدوم چې دی وایي باید ښه وکیلان استعفا وکړي. یعنې اوس که دا معنی لري چې دا ښه وکیلان پاک وکیلان د افغانستان ملي ګټو ته ژمن متحد وکیلان، نو باید دغه ناروا وکیلانو ته شرابخورو وکیلانو ته د پردو جاسانو ته تسلیم سي. دا خو دا معنی لري نه د دوی معنی دا ورکوي که لس کسان تاسې پخپله وایي لس کسان دوی خو یوازې پاتې کیږي. نه داسې نه ده. دا معنی لري چې دا وکیلان خو یو دا غضب دی چې دا قانون ساز په دې ځای کې سخته جفه کړې ده. ای کاش چې وکیل مسؤلیت نه درلودی، ای کاش سناتور مسؤلیت نه درلودی. مسؤلیت په دوو بخشو کې وکیلان لري. اصلا که قانون ته وګورو، یو د بیان ازادي د وکیل ژبه مسؤونه ده، د بیان ازادي. یو د وکیل رایه مسؤونه ده چې چاته رایه ورکوي او آیا خي نور که وکیل شراب خوړل نه دی مسؤلیت نه لري، که وکیل قتل کوي مسؤلیت نه لري، که وکیل رشوت غواړي مسؤلیت نه لري. اصلا ضعف زموږ د ادارې دی، زموږ د استخباراتو دی، زموږ د څارنوالۍ دی. اوس پراسو اصلي ټیک ته داسې وکیلان ستا اوس ما درته وویل زه اووه کاله کېږي پرله پسې د یو قوي ترین کمیسیون په راس کې رئیس یم. اووه کاله کېږي د سم شکایتو کمیسیون چې هغه حیثیت د لوی څارنوالۍ لري، اما په کابل کې کور نه لرم، یوه لویشت مځکه نه لرم. پرون په سیلو کې پروت یم، نن د سناتوریم په کوڅه کې پروت یم. سبا دا وکالت خلاصم برته بځم. حتی په کندهار کې کور نه لرم، په روزګان کې کور نه لرم، خپل وطن کې کور لرم. د ورنیکه د وختو د خټ کور چې هغه ساحه د طالبان په لاس ده، د وکیلان ستا تر اوس پورې وزه خپله یو موټر لرم. دوه موټر زما د امنیت لپاره چې بچیان مې دوه شهیدان سو، پر ما څو وار انتحاري حملې وشوې. دوه موټر و ماته دولت راکړي د رینجران د امنیت لپاره، خپله یو موټر. یعنی تاسو درې سالور موټر شاته ګرځولئ؟ درې 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 درې. یو زما خپل دی، دوه د امنیت. څومره لرئ ښاغلی؟ زه شپږ کسه لرم. شپږ بلې و دوه مې خپل شخصي درولي دي او څلور ولسي جرګې راکړي دي. شپږ کسه مسله درې په یو موټر کې تیوینې دا اوس هم راسره درې په بل. اما ډېر دی وکیلان ستا تا ولیدل، نه باید هیڅ وخت سړی د بدو د ښو سره یوه معامله وکړي. اما دا منم چې په دې بسته پیاله پاک اوبو کې یوه ذره قدر میکروب ولویږي دا ټول یو به خراب وي. په دې کې شک نشته چې د پارلمان حیثیت یو تعداد ډېر لږ تعداد شراب خوره وکیلانو، یعنی یو څوک شراب خوري پارلمان هم د دې جامعې یو جز دی. اوس ګوره که په ستره محکمه کې یو پنځو قاضیانو فساد کوي، باید ستره محکمه ټوله استعفا وکړي که اصلاحات باندې کوشش وکړي. که په لوی څارنوالي کې یو پنځو څارنوالانو فساد کوي، باید لوی څارنوال او څارنوالي استعفا وکړي. آیا که په اجرایه ریاست کې کرپشن او فساد کې دی، باید ډاکټر صاحب عبدالله او د ده ټیم استعفا وکړي. او که فرضاً د رئیس جمهور په ټیم کې یو چا فساد کوي که د وزیر، دا معنی نه ده. دا معنی ده موږ ته د څلوېښت کلن جنګ سره وتلي یو، د یو بدبختۍ سره وتلي یو، او اوس هم دنیا ته محتاج خلک یو، په فقیر خلک یو. او په دې کې ګوره اوس هم زموږ په ډېرو ناخوالو کې خارجي لاسونه دي. زه به تا ته یو بله خبره وکړم، یعنې د پارلمان په اوسنۍ وضعیت کې بهرنیان لاس لري. نه ګوره زه راځم پر دې خبره باندې. اصلي خبره دا ده چې ستا په فکر نو اوس دا 299 وکیل صاحبان ټول د خلکو په رایه راغلي دي. نه خیر، یو تعداد د سفارتو په فرمایش هم دلته راغلي دي، ځای پر ځای شوي دي. چې زه به تا په دې پوه کړم، موږ سره پېژنو چې څوک د خلکو په رایه راغلي دي. زموږ په ولایت کې موږ اتلس کسه کاندیدانو، دا زما د سترګو لیدل یاد حال دی. ما درې زره درې سوه نه دېرش رایې وې. زموږ په ولایت کې ډېرې لږ رایې وسوې، هلته امنیت نه و. په ما پسې بل دوم وکیل صاحب 1233 رایې وې. په هغه پسې بل وکیل صاحب 849 رایې وې. په هغه پسې بل وکیل صاحب 502 که څو رایې وې. پنځم وکیل 300 رایې وړې وې، مونږ هغه رالی، هغه 300 رایې والا رالی، هغه نورې ټول ووهل. نو بینان اوس راځو اصلي خبرو ته.
خبر دا د اوس پره د مطبوعات کې مشتا سیونو د مطبوعات کې داسې د پردو جاسوسان خلق نسته پرسنوی کې نسته زبینه مونږ واخم نو موږ باید مطبوعات مز سترګې دي ټول مطبوعات باید بد وای نه خیر دا خبره خبر د غوړ مخغلې مشته د شه خبره دا اوس خبره دا لاندې کیسه چې واه کم کم ده پوری چې تر اوسه پوری ولی د شو او د بده بیل نه دی سوی دا پړه ز پر حکومت او پر اداره چوم زموږ حکومت او زموږ ادارې ټول امر د بده وکیلانو ملاتړ کړی دی ټول امر بد وکیلان سپورټ کړی دی اته دغه چای اتی اداري تراغل دی هغه د دغه اداري په پیسو په ډالر راګرځم فقره پر راي ولا کراغل دی ګور نن چې دغه غالي و شوسو خدای تعالی چاکن چادر پیش کی دغه اداري چې په اتی اداري کې لاس واهي خلګه پر نشول دغه هي اتی اداري نن دغه اداري پر غضب دی جی دا یو خبره ډیره مهمه ده تا مکم تز ما سره د پښتنو کې دا ګور پر دې به بلګشت باس وکړو د مسکو او د امریکا پلان دی چې زه تا پوکم اصلا دا عادي خبره نه ډیره مننه آقای دشتی خوب اگر در داخل پارلمان که نهاد قانونگذاره چون وضعیت پیش بیا کدام نهاد باید اقدام بکنه یک مسئله آیا چون مسئولیت را که آقای بارکزای برش اشاره کردن حکومت چرا اقدام نکرد در این وضعیت دوستی نفتر خدمت و نرز بکنم اول فرمایشات وکیل سه ما خدمت شان عرض کردم که در مورد وکلا اتهام وجود داره که در تشنابای پارلمان رشوت گرفته شده و این اتهام بارها از طریق امیر رسانه ها نشد این اتهام را ما وارد نمی کنم ما در جایگاهی نیستم که اتهام وارد بکنم دوم وقتی که میگیم که جناب بارکزای صاحب میگن که امی معاون پارلمان آقای همایون با پول حکومت یا هر جای دیگه حکومت بل ځای نه حکومت په پیسو نه او پای پول حکومت آمده به کرسی معاونیت شته پول خو آدم ده کرسی نمیشه این پول به کس توزیع میشه بالکل رای ازو خریده میشه بعدی میروجه میشینه اگر این حساب بکنیم با وکیل صاحب با گپاش ده تناقض میه که میگیم فقط ده نفر هستن نی اکثریت رای دادن که جناب آمده معاون پارلمان شده بله، بله. و معنایش ایست که وقتی وکیل صاحب که میگه که پول توزیع شده و ای به زور پول آمده معنایش ایست که اکثریت پول گرفتن که برای رای دادن ما این را میخواییم بگویم ما خدمت وکیل صاحب احترام شانه دارم از وکیل صاحب ما عرایز ما از جایگاه یک شهروند افغانستان است که وضعیت را از بیرون میبینیم شما در داخل هستین بهتر میدانید ولی وقتی از بیرون میبینم و مسائل را با منطق میسنجم که همی چرا همی رقم است حالا بر بگردیم به سوال شما یک نقطه دیگر هم بگویم ما مسئله استعفا هم بگویم که نمانه است پیش من که ما که گفتم استعفا بتن وقتی 249 نماینده داره مجلس نمایندگان افغانستان و با گفته وکیل صاحب و وکیل صاحب ده نفر از این یا یک تعداد قلدر هستن انگشتا قلدر هستن وقتی 240 دیگه از این استاد شو یو شی تفکیک باید وکی عرض لرم ده یو خبر گوره ده قلدر او ده پاسد پرق دی گوره این آلا باز ایش هم مشکل از ایش هم مشکل است معنایش ایست که قلدر فاسد یکی دیگه خود حمایت میکنن بله درست؟ ای قلدر فاسد یکی دیگه خود حمایت میکنن قلدری خود میکنه فاسد فساد خود میکنه پارلمان افغانستان بدنام است اگر اکثریت وکلای ما خوب هستند و گفته که وکیل صاحب پیشتر گفتن اگر اینا استعفا بدن ده نفر در پارلمان میمونه ده نفر پارلمان پیش برده نمیتونه به اساس طرز العمل داخلی پارلمان پیش برده نمیتونه معنایش ایست که وقتی اینا حاضر به استعفا میتن او ده نفر زیر فشار میره بالاخره او ده نفر مجبور میشن که استعفا بدن من نمیگم که شما تسلیم شوین برکس آن میگن که اصلاح باید شود آن 7 سال شده از این مجلس و این مجلس هر روز بدتر شده میره بالاخره چه وقتی اصلاح شروع میشه یه اصلاح خود نشد وقتی که اصلاح نشد یک رای دیگه ضرورت داری از لحاظ قانونی بدبختانه ما خلای قانونی داریم در این مورد که وقتی یک نماینده مجلس میایه رای میگیره یا در انتخابات پیروز میشه تا زمانی که دوری خود تکمیل نمی کنه ایره کسی برکنار کرده نمیتون یک مشکل قانونی است که ما داریم ولی در مورد از این مجلس چنین نیست این مجلس دوری خود ختم کرده بله. این مجلس دوری خود ختم کرده رئیس جمهور با عنوان رئیس 3 قوا که فرمان داده که مجلس ادامه پیدا بکنه همین رقمی که فرمان داده که ادامه پیدا بکنه
میتونه که جلو فاجعه شم بگیره. اگر در یک بحث مقایسه بسنجیم، چون عملا قانونی صلاحیت برای جمهور نمیده که پارلمان منحل بکنه یا پارلمان برکنار بکنه، ولی وقتی مقایسه میکنیم که اگر اینمی پارلمان با فرمان تقنینی رئیس جمهور ادامه میده به کارش، هی با فرمان تقنینی رئیس جمهور میتونه کارش صادر شد. تشکر، ممنونتون. خانم جمی، چرا کارایی که باید میکردین نکردین؟ حداقل شما یک تیم میساختین در داخل پارلمان، اما کسایی که شما میگین خوب است، امی خوبا یک تیم میساخت، حال میتونستین بسیار از روی تعداد از کسایی که فاسد هستن و تعداد کسایی که قلدر هستن میگرفتین. همین حرکتی که امروز در پارلمان به وجود آمد، علت اساسی از این همی بود که ما جلو همین مسائل امروز در پارلمان افغانستان بگیریم. ما یک جمعی جمع شدیم، دیگه گفتیم ما نباید به سرنوشت ملت افغانستان ما دیگه اجازه بدیم کسی بازی کنه. این خانه ملت، خانه قانونگذاری، خانه از اینه که ما بتونیم خدمت شایسته به مردم افغانستان میکنیم. امروز ما میبینیم در پارلمان افغانستان مسائلی اصلا فرصت نمیشه که ما به مسائل اساسی مثل امنیت، مثل صحت، مثل اتهامات دیگه است که داخل پارلمان دو گروپ شدن، یک گروپ طرفدار آقای ابراهیمی است و یک گروپ طرفدار آقای همایون است. در داخل پارلمان دو گروه اصلا وجود نداره که یک عده محدودی طرفدار آقای ابراهیمی معدود و یک عده معدودی طرفدار همایونه. و ما اکثریت ما امروز فیصله کردیم که اولین کاری که قدمی که باید برداشت. اکثریتون چند نفر هستین؟ اکثریت ما بیش از 100 نفر. پس میتونین تغییر بدیم؟ میتونین تغییر بدیم انشاء الله تعالی. شما ببینیم به روز شنبه که یک تغییر بسیار کلی و فایشی در داخل پارلمان افغانستان. پس مردم افغانستان تا روز شنبه رو منتظر باشن؟ منتظر فکر باشن. نمیکن در روز شنبه بسیار چیز تغییر خواهد کرد؟ هیچ تغییر نمیکنه. به خاطر تغییر نمیکنه که ما یک نشست کردیم به تعداد تقریبا ما 35 نفر بودیم که اگه دی از اینا رفته بیدم باز ما هر کدوم مسئولیت گرفتیم که امضاهای بیشتری جمع کنیم که تعداد زیادتر شد و قویتر بیایه، به خاطر از اینکه ما بتونیم جلو تمام نابسامانی هایی که در پارلمان افغانستان وجود داره ما بگیریم. امروز ما بسیار ضرورت داریم که به امنیت بپردازیم، ضرورت داریم به مسائل سی مردم افغانستان بپردازیم، به مسائل تعلیم و تربیت بله. مردم افغانستان بسیار قانونا که هنوز طرح قانونایی که هنوز گذاشته شدن و تصویب نشدن که ضرورت است که شما سر اونها کار بکنین. میریم یک وقفه میگیریم. بیننده های عزیز توجه بکنین به یک وقفه کوتاه، باز وقفه برمیگردیم. ببخشید برخی از این نمایندگان میگویند که همایون معاون نخست مجلس تا ناوقت‌های شب گذشته آرشیف تلویزیون مجلس را به گونه خودسرانه بررسی کرده است. بیننده های عزیز خوش آمدین. حالا هم نوبت خانش نظریات شما از طریق فیسبوک آریانا نیوز است. میخواهیم در این قسمت دیدگاه شما را هم در این مورد شریک بسازم. آقای محمد نعیم اکبری نوشتن که اختلاف نظر بین اعضای مجلس یک امر عادی است. چند وقت پیش اختلاف نظر اعضای مجلس ایران به زد و خورد رسید. منتهی تفاوت امر اینجاست که جنگ پارلمان در سایر کشورها سر مسائل سیاسی است، در کشور ما سر تقسیم نشدن پول به دست آمده از فساد. شکور میر میگوید که پارلمان هیچ گونه مشروعیت حقوقی ندارد، بدبختانه حکومت از این نهاد حمایت میکند و برای بقای خود تنها راه انتخابات است. مردم افغانستان اجازه ندهد که این افراد جنایتکار مافیا باز هم در پارلمان حضور داشته باشند و هر روز برای منافع شخصی مافیایشان جدال را برای اندازند. نعمت الله مهدوی میگه که خارجی ها در صد این هستند که بغیر از کره زمین جای دیگر برای بودباش انسان ها پیدا کنند، پس افغانستان را از بین میبرند. آقای معتصم بالله مبشر نوشته که نخست همایون اسناد را در اختیار یک تلویزیون خصوصی قرار داد تا پخش آن بهانه برای کودتای بر ضد آقای ابراهیمی گردد. مهمترین موضوع قدرت طلبی های همایون و یک دسته دیگر برای به دست آوردن کرسی ریاست مجلس است. و آخرین نوشته و نظر یک برادر میگیریم که فتاح بهبودی نوشته به نظر من چورلمان یک منبع مشکل زا و اختلاسگر در افغانستان است، چون اینها نه تنها دردی از مردم را دوانا میکنند بلکه تمام پول و دارایی های آمه را هم حیف میل میکنند.
این دلقک ها هستند که اگر در دروازه چورلمان بسته شود بهتر است و این دزدها را به صف جنگ با دشمنان روان کنند. این قدم نیک برای آبادی وطن خواهد بود. حکومت باید اقدام کنند ورنه خود مردم. و حال هم یک رفته برگشت کوتاه، بعد برمیگردیم به بحث. معاون نخست مجلس نمایندگان این ادعا را رد می کند و می گوید که به دستور رئیس دبیرخانه این مجلس نشرات قطع گردیده و به همین علت بعد تلویزیون مجلس نمایندگان رفته است. بیننده های عزیز خوش آمدین. خانم جامی، آیا شما تانستین توقع موکلین تانه در این دوره از پارلمان برآورده بسازین؟ اگر ما هر کدام از ما وکیلای پارلمان بگیم که ما توقعاتی که مردم افغانستان از ما داشتن ما برآورده ساختیم، این یک سوالی که قطعا نمیتونم پاسخ مثبت داده، به خاطر از اینکه شما ببینید تمام ناکمیایی که امروز پارلمان افغانستان داره یک قسمت اعظم برمیگرده به ناکمیای دولت افغانستان. اگر وقتی ریاست جمهوری و قوه اجراییه به اون شکلی که وعده هایی که به مردم افغانستان داده بودم اونا به همون وعده ها وفا میکردم، کار میکردم، امنیت میاوردم، تحصیل میاوردم، سعد میاوردم، ما بخشی از نماینده های مردمیم، ما از جمله وکیل های بسیار کامیاب میبینیم. پس شما کارهای حکومت توجیه کردین، چیزی که اونا کمکاری بود شما هم کمکاری شروع کردین. کمکاری دولت کرد، اما ما من حیث نماینده های ملت متاسفانه ما هم مقصریم، به خاطر از اینکه ما به قوم، به مذهب، به زبان تقسیم شدیم و امروز ما میبینیم حتی زبان ها به قوم های متعدد تقسیم شده، دورانی، قلجهی، چیزهای هر روز یک واژه نوی از داخل پارلمان شنیده میشه که باعث نگرانی و تشویش نه تنها مردم افغانستان بلکه نماینده های مردم. خب شما میتونستین عامل فشار بر حکومت باشین، شما میتونستین از وظایفتون خوب استفاده کنین، از امورای اعتمادی که مردم بر شما داده خوب استفاده کنین در علیه حکومت. یکی از دلایل اصلی که امروز پارلمان افغانستان ناکامه دیاست پارلمانه، این میگم هرچی بگندد نمکش میزنن، وای از آن دم که بگندد نمک. فرض میکنی همایون گفت که در می اسمت فساد وجود داره، اگر می که فساد نکرد بسیار متنعمانه، نه تنها یک کمیسیون دیگه تمام اسناد رو به معذر سارن ولی قرار میدادم، سارن والا میامدم بس میکردم، پاکی و صدق همین نهاد معلوم میشد. وقتی اصل کشمکش در مسائل اختلاسی که در پارلمان وجود داشت، اصل کشمکش از اونجا پیدا شد و امروز به گروپ ها تقسیم شد، هر کدام خواستم از یک استفاده سیاسی بکنم که متاسفانه هنوزم از این مسائل که امروز در پارلمان افغانستان گذشت مسائل سیاسی بسیار حاده، بعضی میخوام به نفع خود و بعضی به نفع گروپ مخالف استفاده کنه. خیر فکر بکنه که 100 نفر فقط امو تعداد ماشخورای هستن که میان ماش میگیرن و ما را پورا میکنن، درست است خانم؟ نه 100 نفر که نمایندگی بسیار خوبی از ملت افغانستان خب میتونستن تغییر بده. خب ما 100 نفر آدم بسیار شرافتمند خوب با عزت که نمیخوای خود خود فرض میکنی ما هیچ وقت نمیخوایم بخور خودی یک وکیلی که او بریم خدای اینا کرده یک حرف دکی که بزنه. امروز به افغانستان سنت هایی داریم ما که ما در بند بعضی مسائلیم که نمیتونیم از اون چوکاتی که بریم مردم ما، دین ما، مذهب ما بریم تعیین که در از اون چوکات خود خارج کنیم. ما حیا میکنیم، حیا مانی میشه که می وکیلی که عریضه ها مردم بله یعنی شما در مقابل هر بیقانونی هم حیا میکنید، هر بیقانونی رو ببینید حیا میکنید. مقابل بیقانونی همین بود که ما چند روز صبر کردیم، امروز کاسه صبر نماینده های بس فکر نمی کنید گپ از گپ تیر از دیگه، یعنی شما در وضعیت بسیار خراب همینه که ما به زودترین فرصت به یاد شما باشد. تشکر، ما روز شنبه منتظر هستیم. آقای دشتی با کدام طرف روان هستیم؟ پارلمان ما کدام طرف روان است؟ دقیقاً وضعیتی که شما میبینین کجا هستیم؟ اول آرزو دارم آنچه را خانم وکیل صاحب میگه به خاطر ایجاد یک تغییر در پارلمان اتفاق بیفته، ولی حقیقتش به عنوان یک شهروند امیدوار نیست. و هم یک اصطلاح انگلیسی است که اگر ترجمهش کنیم میگه بسیار کم بسیار دیر آنچه که اتفاق افتاده یا قرار است اتفاق بیفته. یک چیز دیگر را موافق نیستم با همی پیامایی را که شما
پیشتر خواندیم. هیچ کسی حق نداره کسی دیگه توهین بکنه و تحقیر بکنه، جنایتکار بگویه یا دوست بگویه یا بدون از یک سند در اختیار داشته باشه. آزادی بیان درست است، هر کسی حق داره آزادی بیان داشته باشه، ولی خلاف قانون از آزادی بیان استفاده کردن خودش نشان میده که وقتی ما طرف متهم میکنم و طرف مقصر میدانم ولی خودم هم اشتباه میرم، پس من مقصر هستم. با این طرز بیان قطعا موافق نیستم. امیدوار هستم در برنامه بعدی یک کمی روش توجه شد. یک نقطه دیگه هم خدمتتان عرض بکنم که همی اتهام دستبرد زدن به آرشیف پارلمان افغانستان یک اتهام بسیار جدی است. آنچه در آرشیف پارلمان افغانستان داره میتونه اسناد بسیار سری وطنی باشه، حال حکومتی نمیخواییم، دولتی هم نمیخواییم بگیمش، از این وطن باشه. در پارلمان بحثای سری بسیار جدی صورت میگیره، مخصوصا وقتی مسئولین امنیتی خواسته میشن و بر رسانه های اجازه داده نمیشن. وظیفه سارنوالی افغانستان است که اتهام را پیگیری بکنه، که اگر معاون پارلمان آقای همایون همایون برحق است که گفت که چون این چیز اتفاق نداشته یم روشن شد، و اگر وکیل صاحب فکر میکنم مجیدی صاحب بود، اگر او برحق است که چون این اتفاق افتاده یم روشن شد، تا در پرتو از روشنی بعد تصمیم گرفته شود که با کی چگونه معامله صورت بگیرد. ما با کجا روان هستیم؟ ما با کدام طرف روان هستیم؟ بدبختانه مسئله اصلی یا مشکل اصلی ما ایست که هیچ کدام ما مسئولیت خود را به گونه‌ای که باید انجام نمیدیم. اگر هیچ کدام ما مبالغه باشم، اکثریت قریب به اتفاق ما در افغانستان مسئولیت های ما را به گونه‌ای که باید انجام بدیم انجام نمیدیم. نه حکومت افغانستان مسئولیت چه انجام میده و درستی، نه پارلمان افغانستان مسئولیت چه انجام میده و درستی، نه قضای افغانستان مسئولیت چه انجام میده و درستی، نه حتی رسانه های افغانستان که چشم گوش مردم اصلا مسئولیت های خود به درستی انجام میده. تا زمانی که ما این مسئولیت را درک نکنیم و بهش عمل نکنیم، او تغییری را که خواب میبینیم و انتظار داریم، در رویاهای ما میگرده، آرزو داریم، با او تغییر نمیرسیم. بسیار تشکر آقای دشتی. نگرش تمام اسناد را که میخونه از صفحه فیسبوک میخونه و دقیقا وقتی که من سفر را میخونم برای ممو صفحه می که تعداد از نامه های مردم است و گذاشته میشه، من تعداد کم از ایرانا را نشر کردم و اونا در صفحه رسمی فیسبوک کرونا نیوز نشر میشه. دقیقا یک صفحه فیک نیست، صفحه بیمارد نیست. من قبول نباشه ادعا ندارم خدا نخواسته ساختگیست یا نظریات خود نشر میکنم، ولی خود نظریات ما هیچ نیست. او گفتان هم قبول داریم، ولی بر اساس قانون اساسی افغانستان و قانون رسانه های افغانستان اگر همین نظریات از طریق شما پخش نشد، بیننده شما کیره نمیبینه. مسئولیت شما در اینجا میرسه که این نظریات از طریق شما پخش میشه. بله. و در او بدبختانه کلمات وجود داره که از قوانین افغانستان جا دو بزرگ آوردیم به خاطر اینکه متوازن مراد شوه. خب کاغل ده هلا را پس که دوز کم زین پیل کرو کاغل دوی خبری یوا خبر چې ټول پارلمان پر دوه ګروپ دی قطعا نه دی ولوسی جرګې په مطلق اکثریت رئیس ته رایه ورکړی ده. رئیس په حقیقت مسلمان سړی دی، مؤمن سړی دی، باوسله او بردوبار سړی دی، او هم چنان د دارالانشا رئیس او همایون ګروپ لري. رئیس یو برنامه نه لري، د دې نظام د خرابېدو د چپکېدو او د پردو د سفارتو جاسوس هم نه دی. همایون چې د پردو د برنامو بانی دی، هغه برنامه لري، هغه یو ګروپ لري چې دا به معلوم سي په اینده راتلونکي. دا یو خبره. دوم خبر دا ته وګوره، تیر هیئت اداري دلته خالد پښتون رالی، ماوین د ولسي جرګې سو، دلته یاسیني صاحب رالی، دلته عثماني صاحب صدیق احمد عثماني صاحب رالی، او دلته دغه رالی اجزایر قدیر رالی، غفاري صاحب رالی، خواسي صاحب رالی، سید کرام اغا رالی، بیزاد صاحب رالی. هیچ چا داسې ونه کړل که همایون چې کړی دي. ګوره د همایون کار د یو برنامه ده، ما در ټول چې دغه
اوس اصلا د روسانو د امریکایانو د پردې د شر قسم مقابله د افغانستان کې دغه د روسانو برنامه د دې نظام تخریش چپکېدل خرابېدل د روسان مستقیما بیان ستراتلای خو ابل پلان نور ما طریق راو سده دی پلا بیا مايون صاحب دا کار کوي په دې کې شک نشته دا بل خبره ده دا روسي ملاتړ ده بالکل په دې کې هیڅ شک نشته زه ثبوت لرم زه اسناد لرم بل خبره ده لګلاند کې خبره ده دغه د فیسبوک د دوستانو زده ټول نظر ته احترام لرم نبی علی السلام یو وخت بغداد شریف ترالی نو چاریار کبار اور سره یو کس په مخ ورلی دور څه پښتنه وکول څه حال دی خلک خوشاله دي نظام قانون څنګه دی غول الحمدلله د اسلام قانون چالان دی عدالت تامین دی بالکل شال دی دول صدق دی بل پلا بل کس په مخ ورلی هغه څه پښتنه وکړي چې دلته څه حال دی نظام څنګه چلیږي هغه ول د سی منافق حالت دی نیم خلق په ناروا وخت دی په کفر نیم په اسلام ګډ ورد بیا ورته صدق دی دریم کس بیا په مخ ورلی هغه څه پښتنه کول مطلق د کفر نظام دی د اسلام ټکی نه صدق بیا ورته صدق دی براز ته مر رضی الله تعالی عنہ څه پښتنه کول تا درست تو چې صادق یو لغاول سره په خپل مسلمانو او دا بل په خپل دسی نیمه مسلمان نیمه منافق او دا بل په خپل ډیر منافق بس خلاص نور څه پدې کې ویل نه غواړم او دا شی پړل دا یو ملي خیانت دی دا حق نه د ولسی جرګې رئیس لري چارشپ یوسی نه زلرم نه بل کدا کار سوی او ان شاء الله دا به مستیرو کدا کار سوی دا د ملت د ولسی جرګې هغه مخفي اسرار د غزمور د پټو جلسو چې د مطبوعاتو په نه موجودیت کې مشکل دي د بعضی مسایلو په باب دا اتمن دی د روسي استخبارات تو کې دا بل دا به وګورو چې دا څنګه کیږي بل خبره دا ده چې ولسی جرګې امین خان یو خبره کړې چې زبل کنر و خې جب د ولسی جرګې د نه خیر د ولسی جرګې رئیس ته ولسی جرګې را ور کړی تا ته په سپت د ماویندر کړی زه درته وایم چې ان شاء الله که تور وختې بیا به نو د مرحوم د کیسې سره مخامخ د نور محمد طریق دا 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 ګور دا د اسلام ملک دی اخري پیغام تاسو اخلم بیننده های عزیز توجه وکړئ بیا وقفه بسیار کوتاه بیننده های عزیز در پایان بحث ما رسیدیم میخوایم که پیشنهادات مهمانان خود هم داشته باشه من با شما هم با برنامه خانم جمی چی پیشنهاد میکنین رایله راه حل همینه که روز شنبه تمام نماینده های برحق ملت افغانستان که واقعا به افغانستان فکر میکنم به نمایندگی خوبی از مردم افغانستان فکر میکنم راجع به سرنوشت پارلمان افغانستان یک تصمیم جدی بگیرم به خاطر از اینکه دیگه توانمندی به مردم افغانستان نمانده اگر روز شنبه چنین نشد شما میاین با نام این تعداد از وکلا را میگیرین که نا نماینده های برحق نبودن نامدن پیش از اینکه من به شما بیارم بگم خود شما از طریق خود پارلمان میشنوید شما باز در بحث اشتراک میکنین که نان آمدن شما تعهد کردین دیگه شما رای حالا چی پیشنهاد میکنین برای پارلمان افغانستان ما چی کارک رای حل پیشنهاد کنم برای وضعیت نماینده های مردم افغانستان در زیر سقف ششتن رای حل پیدا بکنن خود از این بدنامی خود از این اتهام خود از این فضاحت بیرون بکنن شما به این مردم رای دادین حق شما بسیار مهم است آقای دشتی بدبختانه بگوییم که ما از حق رأیم استفاده نکردیم ولی هم یک مسئولیت هست باید آدم استفاده بکنه با نماینده هایی که در مجلس هستن رأی ندادیم ولی به عنوان یک شهروند افغانستان انتظار میست که ولی مشکل ما را اینا حل بکنن یا ما مشکل از اینا را بریم حل بکنیم این تخونه نمیشه دیگه اینا باید مشکل خود هم حل بکنن مشکل ما را هم حل بکنن ما اگر متوجه شده باشیم در موال یک نقطه به عنوان پیشنهاد داشت خب مردم باوری دارن که اگر حکومت چنین شد و پارلمان چنین هست پس وضعیت مردم چی خواهد شد؟ همون حال تفتان خراب میبینید ممنون تشکر خاقلی او سه کول پا کردی؟ ایر باور لره دوی لره دی یه لره داده چی زمج حکومت باید دا توانمندی نور ولری زمج حکومت دا شوز دا بدو تفکیک وکی او زمج عدلی او قضایی نظام حقا چه چی پا اساسی قانون که تسجیل سوی دی باید آغا استعمال که او اولسی جرگا من حیث ده اولس ده ارادی او ده مظهر نور باید ده هیچ چاپی شار زور زر تا سر تیت نکی حقا چه چی ده خدای ده دین او ده دی ملت پا گرتی ده یک چنبیه پا ورز بمعلوم سی پاک او جاسوس وکیلان ملت تجمن او جاسوس وکیلان مر ده حق لر اولسی جرگا ده صلاحیت لری
چې هغه په یو اکثریت باندې هلته په هغه اصول وظایف داخلي کې دا تسجیل سوې ده. یو څوک چې رایې ته پورته کولی سو راکښته کولی هم سو، دا صلاحیت لرو. یو څوک د تالاره بندولی هم سو چې دا تیر کال تا ولیدل دولس کسه مو بند کړي وو. نو انشاءالله ولسي جرګې د صبر کاسه نوره له برېزه سوې ده. ولسي جرګه نور باید د اولس استازي دا ټول خدای نخواسته دغې نه دي. زه ږغ پر کوم پر ولسي جرګه باندې چې تاسې هغه عزتمندترین استازي چې خلکو رایې درکړی دي، تاسې باید دغسې رول ولوبوي، د خلکو د رایې سره خیانت ونه کړي، د هغه قرآن سره خیانت ونه کړي چې لاس مو پرې ایښی دي، تعهد مو کړی دي. هر څوک چې د دې مملکت په ضد کار کوي، د سفارتو سه معاش اخي، د پردو برنامې دلته تمثیلي ګډوډۍ جوړوي او پروژې جوړوي، هغه نور باید د پارلمان څخه حذف کړي، پر ځای باندې اهل خلک. تاسې د دغه سلو کسانو په جمله کې یاستئ؟ نو زه یوازینی هغه څه یم چې د امریکا تړون ته مې هم رایه نه ده ورکړې. یوازینی هغه څه یم چې د پاکستان، ایران او روس سیاست مې هم ګردمر نه دی تایید کړی، د انګلیس په شمول. او یوازینی هغه څه یم چې په اداره کې مې هم خائن کسان ټول امر دا خور شاهده ده، هیڅ وخت دغسې خلکو ته ما سر نه دی ټیټکړی. د یو افغان او مسلمان په حیث د خلکو د رایو، د روزګان، د قهرمان مجاهد ولس د رایو سره به هیڅ وخت خیانت ونه کړم. دا هغه جرأت دی د روزګان د خلکو چې نن مې یو خائن در لاس را ونیو چې ما له کښته څه د دا مې څه خبرې مه کوه. دا جرأت به چا نه درلود او ما وکړ. ډېره مننه، تشکر. او دا به آینده هم تکراروم انشاءالله. او هیچ چا ته بیا اجازه نه ورکوم چې د پارلمان د ملي مجلس په شخصي ګټه بیا وکاري کې وکارول انجام بیې در بدو بد. ډېر ښه راغلی، مننه. بسیار تشکر، خوش آمدین. بسیار خوش آمدین. بیننده های عزیز، شما تشکر که تا ایدن با ما بودین. برنامه همین قدر بود. تا برنامه دیگر، شما را به خدای کریم و رحیم می سپارم. الله یار مددگارتان.